1-41 ویتامین های مورد احتیاج بدن خود را همراه با دلینیتز دکتر خوشبین تامین نمایید. هر قوطی دلینیتز شامل 60 بسته کپسول و برای مصرف یک ماه می باشد. بهبودی و سلامتی شما با محصولات دکتر خوشبین. تلفن اطلاعات 905-884-9141. درود به دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه خوب باشه. من اجازه بدین خب خطا رو باز بکنم. بفهمید خواهش میکنم، رو خط هستید. شبتون بخیر آقای دکتر. خواهش من، سلام بر شما، بفرمید. سه تا سوال داشتم. یکی این که آیا وقتی که ما کبد رو تمیز میکنیم با اون رژیم دو روزه، علاوه بر این که سموم خارج میشه و سنگای کبد خارج میشه، آیا اون ذخیره ویتامین و املاحی هم که هست اونم تمیز میشه، پاک میشه دیگه در کبد اون ذخیره باقی نمیمونه؟ خب. حال دومم این هست که در مورد پالساتیا برای گل، به جز برای گل موجه، آیا برای چیز دیگه هم خوب هست؟ و من اونو تهیه کردم به خاطر اینکه گل موجه داشتم، منتها شما فرمودید روزی سه تا، هر بار سه تا دونه زیر زبون باید بذاریم و بله. آیا این از اون نوع قرص هایی که باید نیم ساعت قبل و بعد زمان تم نداشته باشه؟ بله. بعد سوال سوم من این است که برای جذب بهتر امگا 3 بهتر اونو با چه چیزی خورده بشه؟ آیا با میوه ها، با چربی؟ خیلی ممنون از لطفتون، از تلویزیون گوش. متشکرم، مرسی. خب فرمودیم وقتی کبد رو ما تمیز میکنیم، اون رژیمی که داریم و اون دستور دو روزه که به اصطلاح اپسان سالت میخورین و روغن زیتون و آب گرفروت، مسلمه وقتی که تمیز میکنین این کبد تمیز میشه، ذخیره کبدی از بین نمیره، برای اینکه میدونین که کبد گلایکوژن رو ذخیره میکنه. یعنی شما وقتی که شکر زیاد میخورین یا حالا چه قند یا نشاسته و اینها، اینا تبدیل به قند میشه و اونو به عنوان، یعنی قند رو تبدیل به گلایکوژن میکنه و در کبد ذخیره میکنه که هر وقت ما احتیاج به انرژی داشته باشیم ازش استفاده کنه. بنابراین این ذخیره از بین نمیره، نه که این تمیز بکنه این را، تمیز میکنه کبد رو، ولی اون ذخیره انرژی رو از بین نمیبره به طور کلی. در مورد پالساتیلا که گفتم، والا پالساتیلا یعنی هر داروی هومیوپاتی وقتی ما در نظر میگیریم 1001 میتونیم بگیم خاصیت داره. بنابراین نمیشه گفت که فقط برای این است، بلکه پالساتیلا اتفاقا برای خیلی از درد حتی پریود خانم ها استفاده میشه. اونهایی که شدیداً درد پریود دارند میتونن پالساتیلا استفاده کنن در زمان پریودشون که دردشون از بین ببره، یا اینکه اونهایی که حتی دیپریشن دارن و به طور کلی این اونایی که خیلی مودی هستن اتفاقا، برای اینکه گل پالساتیلا گلی هست که با باد این طرف اون طرف میره، یعنی با باد بهش میخوره، به اصطلاح همینطوری نوسان میکنه، یعنی به این طرف اون طرف میره و روی این اصله که میگن این خیلی مودیه. بنابراین البته خب خیلی خواص دیگه در وقت شما پالساتیلا رو در کتاب هومیوپاتی بخونیم، میبینین 4-5 صفحه فقط در مورد این کارهایی که میکنه در موردش نمیشه، یعنی پیکچرش رو مینویسه. بنابراین اینی که وقتی یک دارو رو مثلا فرضاً میگیم که برای این خوبه، این برای هزار تا چیز دیگه هم ممکنه خوب باشه. و در مورد امگا 3 رو با چی بخوریم، امگا 3 با غذا خوردن خیلی بهتره، برای اینکه میتونه هضمش بکنه، خیلی خوب جذبش بکنه و حتی کمک کنه برای هضم غذا. بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو، سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید آقای دکتر. مرسی، خواهش می‌کنم. ببخشید مزاحمتون شدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. می‌خواستم که یه سوالی خدمتتون داشتم در مورد خواهرم هست. بله. چند روزی هستش که خواهرم یه مقدار حالت تهوع داره، بعد در ضمن گاهی اوقات سردرد داره. بعضی موقع ها کمه، بعضی موقع ها شدیده. بعد هر کاری هم که میکنه این حالت چیز نداره، زبونش هم بار داره، ولی هرچی مثلا زنجبیل با آب لیمو خورده یا قرص حالت تهوع خورده، همه این کارها رو کرده، ولی یا خاک شیر با آب جوش خورده صبح ناشتا، ولی هیچ تأثیری نداشته، نتونسته استفراغ بکنه، نه اینکه حالش بهتر شده.
نمیدونم فکر میکنین علتش چی باید باشه؟ حالا تهواش بیشتر صبح هست یا در طول روزه؟ والا کلن میگفت یه موقعی یه کمی بهترم یه موقعی بیشتر. بله بسیار خوب. چشم از تلویزیون گوش کنید. مرسی. خیلی ممنونم. وقتی یه قرصی هستش به نام کامفورت، شما نمیدونم داریم یا نه؟ نه من ندارم، نمیدونم. بله خیلی ممنون، تشکر از زحمتتون. قربون شما، خواهش میکنم. نگهت شبتون شب بخیر. بله این البته حالت تهوع که بعضی ها دارن مخصوصا در صبح اگه شروع بشه و خب در طول روز هم ادامه پیدا بکنیم، بیشتر کبد هست. کبد به اصطلاح خوب کار نمیکنه و احتیاج هست که حتما هم تو که گفتین خودتون زبونش هم بار داره، این احتیاج داره که حتما کبدش رو تمیز کنه. از این داروی لیووتاکس بخوره من فکر کنم خوب میشه، و یا اینکه صبح آب لیمو و یه مقدار آب لیمو و عسل با آب گرم اینو صبح شروع کنه خوردن، تا و البته چای زنجبیل و اینا هم خوبه، ولی به طور کلی کبد تمیز کردن از همه مهمتره که این حالت از بین بره. بفهمید خوش میکنم. بفهمید رو خط هستید. بله جانم بفرمید. English that's okay. بفرمید. Okay, that's okay. You can say in English. Okay. Thank you for the belladonna. It seems to be helping. I had the ocular migraine with Aura and it seems to help. It does make me a little bit drowsy. Mm-hmm. And but it does seem to work. I'm able to function a lot better. Okay. The one thing, and I guess the drowsiness is a little bit of the little bit of a side effect. But my question is, how much longer should I continue to take? How long have you been taking belladonna now? 10 days. 10 days. So that would be enough. Just cut it off, and so wait for another week. I think you will be okay. So you don't need any more. Okay, wait for another week. Now the only thing is that also the sex drive. Mm-hmm. Was down a little bit then. Will that come back, or do you have? Oh, it would come back. Don't worry, it would come back. Just cut it off right now and wait. So let me know in next week that how you're doing. Okay. Okay. Thank you. Bye. بفهمید خواهش میکنم رو خط هستید. سلام بر شما، خواهش میکنم. عذر میخوام آقای دکتر، سوالی داشتم و سوالم اینه که هر از گاهی شما در صحبتاتون میفرمایین برای پاکسازی کبد، خواستم لطف کنیم داروی اختصاصیش رو بزرگواری کنیم بفرمایین که ما تهیه بکنیم بخوریم. و سوالم اینه که آیا اون کسایی که حتی مشکل کبدی هم ندارن میبایست از این توصیه شما استفاده بکنن یا نه؟ خواهش میکنم. مرسی. بله دارویی که معمولا من برای تمیز کردن کبد میگم همون لیووتاکس هست که میتونی از آفیس من بگیرین یا از نمایندگی های ما، و این بسیار داروی خوبیه برای تمیز کردن کبد. بنابراین و البته میدونین من به طور کلی باید براتون بگم که میشه گفت که 99% مردم اشکال کبدی دارن. دلیلش هم این هست که اولا پولوشن هوا، مخصوصا خوردن مواد شیمیایی زیاد، که هر چی که شما میخورین بالاخره یه ماده شیمیایی توش داره، نمیدونم غذاهایی که استفاده ازش میکنین به همین صورت، غذاهای پکیج که استفاده میکنین، فست فودها، اینا تماما مواد سمی داره. یه آسپرین که شما میخورید این ماده سمی از نظر کبد، که باید کبد زیاد کار بکنه که بتونه این ماده سمی رو از بدن شما خارج بکنه. بنابراین این کبد واقعا 24 ساعته داره هی زحمت میکشه. اینی که بنابراین میتونین بعد کبد حتما تمیز بشه. در همونطوری که براتون گفتم، در قدیم رایج بود که حتی کبد را 2 بار در سال تمیز میکردن، یکی اول فصل پاییز و یکی هم اول فصل بهار. اینی که واقعا همه احتیاج دارن که کبدشون رو تمیز کنن. بفرمایید خواهش می‌کنم رو خط هستید. بفرمایید خواهش می‌کنم. الو؟ الو؟ بله بله بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام بر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. با آقای دکتر صحبت می‌کنم؟ بله بله بفرمایید. عرض کنم آقای دکتر، من
قبلا یه دفعه سوال کردم از شما. بله. که زردچوبه چقدر؟ الو. بله بله گوش میکنم، بفرمایید. زردچوبه چقدر لازمه برای به جای آسپرین؟ فهمیدی قاشق چای خوری اولا خودم قاشق چای خوری ایران یا قاشقای اینجا که ما میگفتیم مربا خوری؟ همین قاشق مربا خوری. بله. بله. دوم این زنجبیل چقدر باید مصرف کرد؟ چون آیا زیادترش، من روزی 20 گرم زنجبیل خام میخورم، آیا زیادترش اشکال داره یا ندارد؟ بسیار خوب براتون توضیح میدم. این شیر پنیر توفو که مثل پنیر تازه هست، اگر از ارگانیک ساخته نشده باشد چه اشکالی دارد؟ و آخرین سوال این است که غذا معمولا 12 ساعت در طول میکشه تا از بدن خارج بشه، برای رژیمی که بند دارم سبزیجات و گیاه بیوه و تو هولویت و این چیزا هست خیلی کم تر طول میکشه، آیا این باعث میشه که موادش جذب نشه یا اینکه نه اشکال نداره؟ یه سوالتون رو من متوجه نشدم، در مورد پنیر بود. چه فرمودی یک بار دیگه سوالتون در مورد پنیر بگین؟ پنیری که از سویا پنیر سویا منظورتونه؟ توفو مثل پنیر تازه هست؟ بله بله بله. بسیار خوب. چشم. ارگانیک اگه نبودنش این پروتئین خوبی چرا نباید خورد؟ چشم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه. خب در مورد زردچوبه، خب معمولا یه قاشق دو تا قاشق هم اشکالی نداره، بستگی باز به شخص داره که واقعا زردچوبه رو برای چی استفاده میکنه. اگر از لحاظ درمانی استفاده میکنه شاید مثلا 3 قاشق هم استفاده بکنه که برای تزد تورم و برای مثلا رنگ کردن خون فرضاً. زنجبیل هم باز بستگی داره به شخص، یعنی زنجبیل چون خودش چیز گیاه گرمی هست و بنابراین اگه یه شخصی گرم مزاج هست نمیتونه زیاد زنجبیل بخوره، زنجبیل اذیتش میکنه. ولی خب یکی چیزی سرد مزاجه شاید بتونه 40 50 گرم زنجبیل در روز بخوره، ولی کسی که گرم مزاجه 10 گرم هم بخوره اذیتش میکنه. بنابراین اینو باید دقت بکنید، یعنی باید بیاین و متعادلش بکنید اگر بخواید زیاد بخورید. در مورد سویا براتون توضیح بدم که چرا اصلا سویا نباید بخوریم این روزها. سویا به طور کلی همطوری که میبینین این روزها ورداشتن سویا را مرتبا عوضش میکنن، یعنی جنتیکلی بهش میگه مودیفاید کردنش، GMO مثلا روش میزنن و تمام سویاها الان GMO. سویای شما اگه میخواییم پیدا بکنین و بخورید سویای یعنی روش زده باشه نان GMO یا به اصطلاح سویای طبیعی باشه، سویای خوب باشه که این را عوضش نکرده باشن، وقتی که به اصطلاح جنتیکش رو عوض میکنن یک چیز دیگه بهش میزنن عوض میشه، این دیگه به درد نمیخوره و اینها واقعا سرطانزا و ناراحت کننده میشه. اینه که الان سویایی که میبینین در بازار موجوده همشون GMO به اصطلاح و به درد نمیخوره، اینه که نخرین اصلا اینها رو، یعنی سمه. و پنیر سویا هم به همین صورت، اگر یه پنیری شما میگیرین که پنیر سویا اگه روش نزده که به اصطلاح نچرال و نان جی ام او یعنی تغییر نکرده، اونو میتونید استفاده کنید، بسیار هم عالی هست و پروتئین خیلی خوبی هم داره. میدونین که به اصطلاح سویا گرم با گرم با گوشت گاو به اصطلاح یا گوشت گوساله تقریبا مساوی از نظر پروتئینش، و اینی که این خیلی اهمیت داره. سوم فرمودین که غذا این وقتی میخورین 12 ساعت طول میکشه که از روده خارج بشه یا نه، این بستگی به شخص داره. ما اینو بهش میگیم ترانزیت تایم زمانی هست که شما از زمانی که میخورید غذا رو تا از زمانی که این هضم شده و به اصطلاح ویستش خارج بشه از بدن، معمولا البته گوشت و این چیزها باشه، معمولا ترانزیت تایم معمولا 20 ساعته. حالا اگر شما خب بیشتر سبزیجات و میوه و اینا استفاده میکنین این ترانزیت تایم پایین‌تر میاد، برای اینکه لازم نیست یا توی روده بمونه که بخواد جذب بشه، اینا فوراً جذب میشه و بنابراین کمتر. اینی که بستگی به اصطلاح نوع غذا و بستگی به چه غذایی شما میخورید واقعا این ترانزیت تایم فرق میکنه. اینی که من فکر کنم 12 ساعت اگر که شما بیشتر سبزیجات و اینا میخورید نباید زمان خوبی باشه. بفهمید خواهش من رو خط هستید.
الو، سلام جناب آقای دکتر. سلام بر شما، بفرمایید. یه سوال خدمتتون داشتم. بفرمایید.